درود به بینندگان و شنوندگان گرامی تلویزیون میهن، همچنین درود به جناب بهبهانی. من امیدوارم بینندگان و شنوندگان گرامی هفته خوشی رو گذرانده باشن و هفته خوشی دیگه در پیش داشته باشن. از آخرین برنامه‌ای که من اجرا کردم تقریبا 3 هفته گذشته و خب علتهای مختلفی داشتش، یکیش هم سرماخوردگی خود من بود و در این مدت اتفاقات زیادی افتاد و تغییرات بازار سهام خیلی قابل توجه بود. خبرهای خیلی مهمی اتفاق افتاد. حتی مهمترین خبری که گزارش شد و ما ازش مطلع هستیم بیرون رفتن رسمی ترامپ از برجام، قراردادی که با جمهوری اسلامی بسته شده بوده توسط 5+1 بود که ایشون قول داده بود در انتخاباتش، دوران انتخاب فعالیت انتخاباتیش، که از برجام بیرون خواهد اومد و خب به حرفش هم عمل کرد. البته یکی از نتایج اولیه‌ای که داشت اینه که قیمت نفت رفته بالا. البته میگن، گفته میشه که کمبود تولید نفت خواهد بود به خاطر اینکه ایران بره بیرون، تحریم اقتصادی بشه و همینطور چون ونزوئلا در حال حاضر تولید نفتش خیلی پایین رفته. البته خیلی اعتقاد دارن که ونزوئلا تاثیر بیشتری خواهد گذاشت، ولی خب ما اطلاع داریم که یک سال پیش عربستان سعودی و روسیه توافق کردن که تولیدشون بیارن پایین 1,000,000 بشکه در روز و همینطور امریکایی‌ها خیلی از چاهای نفت رو بسته بودن و بنابراین چنانچه عربستان و سعودی و روسیه شروع کنن به تولید بیشتر نفت و همینجور شرکت‌های نفتی امریکایی چاهاش رو باز بکنن همه رو، من تصور نمی‌کنم که کمبود نفتی وجود خواهد داشت. ولی در صورت این صحبت هستش و این نگرانی وجود داره در بازار سهام نفت. البته اثر دیگه ای هم که داشته بیرون رفتن ترامپ از امریکا از برجام این بود که جنگ بین جمهوری اسلامی و اسرائیل شدت بیشتری پیدا کرده و پیش از این چند تا از پایگاه های حزب الله در سوریه اسرائیلی زده بودشون و خب جمهوری اسلامی هم جوابش داده دیروز و این جنگ گسترش بیشتری پیدا کرده و اسرائیل با نیروی بیشتری وارد میدون شده و پایگاه بیشتری از حزب الله رو در سوریه زده. در صورت این وضعی که وجود داره از سیاسی که تاثیر خیلی شدیدی گذاشته روی تولید نفت، از نظر اقتصادی اجازه فرمایید که یه نگاهی به بازار سهام بکنیم در ابتدای برنامه. اجازه فرمایید من ببینم این سایت های من درست هستش. آپدیتشون بکنم مطمئن بشم پیش از اینکه به اشتراک بذارمش. بله، در حال حاضر در ادامه دیروز که خیلی بازار سهام بالا رفته بود، شیر اسکرین استارت، همونجوری توجه میکنید در حال حاضر 199 پوینت داو جونز بالا رفته، نزدک 53، بیشتر از 53 پوینت بالا رفته و S&P 500 که 500 شرکت بزرگ امریکایی نزدیک 21 پوینت بالا رفته و اجازه فرمایید داو جونز خود اکسپندش بکنیم. بله، همینجور مشتم میکنید در حال حاضر این منحنیه که البته منحنی از اول سال تا به حال، بهتر از امروز شروع بکنیم تا بعد به اونجا برسیم. همینجور مشتم میکنید امروز 24,575 شروع شده و الان 24,736 و خب به طور خیلی
منظم یه زاویه 45 درجه بالا رفته. اگه نگاه بکنیم از هفته پیش تا به حال، بازم مشاهده میکنیم که بازار سهام افزایش پیدا کرده با وجود تمام این تشنجات سیاسی که وجود داشته، به ویژه بیرون اومدن امریکا از برجام و تحریم‌های اقتصادی که به جمهوری اسلامی تحمیل خواهد شد به زودی. در این سه هفته که گذشت از آخرین برنامه‌ای که من داشتم، در این مشاهده فرمایی می‌بینیم که از دهم تا حالا البته یه افزایشی داشته، بیشترینش 24585 بوده و تقریبا اندکی کمتر از اونه در حال حاضر، هرچند که امروز 24736 و می‌بینیم که از بازم خب از 24850 فندکی کمتره. ولی به طور کلی خب نوسانات زیادی داشته و فرصت‌های زیادی بوده برای خریدن باز سهام که در کوتاه مدت سود ببرن کسایی که خریدنش. ولی خب البته یه عده میدونن اینو و ازش استفاده میکنن و بخش قابل ملاحظه‌ای هم توجه نمیکنن بهش و از این فرصت‌های اقتصادی استفاده نمیکنن. اجازه فرمایید یک نگاهی بکنیم به شرکت‌های نفتی. البته امروز تمام بخش‌های صنعتی تقریبا همشون بالا رفتن، برفرض تکنولوژی خیلی خوب، همش مثبته، همونجوری که می‌بینید در این لیست. اینتل، اچ پی، جی خیلی وضعش داستانش جداست. سیسکو همچون مشتر میکنیم بالا رفته و به ویژه بوئینگ و این شرکت های تولید اسلحه یا نظامی مثل نورتروپ و لاکهید مارتین و جنرال داینامیک همشون طبعا مثبت هستن، البته به غیر از نورتروپ و لاکهید مارتین. از فهمی نگاهی بکنیم به شرکت های نفتی. البته این لیستی که مشاهده میکنید همشون شرکت بیشترشون شرکت های نفتی امریکایی هستن و خیلیشون شناخته شده نیستن. بریتیش پترولیوم، شرکت نفت ایران انگلیسی سابق، امروز 44 سنت پایین اومده، ولی به طور کلی اگه مشاهده بکنیم می‌بینیم در عرض یک سال از 33 دلار به 46 دلار رسیده و نکته قابل ملاحظه اینه که بریتیش پترولیوم خیلی دیویدند یا بهره سهام خوبی هم میده، 5% رقم قابل ملاحظه، درصد قابل ملاحظه سود. چون یکی از علتهایی که بازار سهام پایین رفت اخیراً این بود که وام های 10 ساله که ملاکیه نزدیک 3% رسید و به خاطر همین موضوع هم خیلی ها پولشون از بازار سهام کشیدن بیرون و رفتن این وام های 10 ساله رو به اصطلاح اوراق بهادارش خریدن. البته الان برگشته زیر 3%، ولی این بهره بانکی یه 10 ساله در رقابت با بازار سهام است. چون که بره بالای 3% احتمال زیاد عده زیادی از این ریسکی که بازار سهام داره برای راحت شدن از دستش میرن تو پولشون رو پسنداز میزنن با بالای 3%. یکی از علتهایی بود که شدیداً بازار سهام پایین اومد. البته امروز گزارش که رسیده اینه که به اصطلاح تورم زیر 2% مونده و ببخشید بعدا بزنیم.
ببخشید. در اصل این تورم زیر 2% و به همین علت هم بازار سهام شایدن بالا رفته. این یکی از وحشت ها این بود که اجازه فرمایید بخشید. در اصل تورم کنترل شده است و به خاطر همینم بازار سهام تأثیر گذاشت و امروز رشد قابل ملاحظه‌ای کرد نزدیک 200%. همینطور یکی از علتهایی که در چند دو هفته پیش بود تصور میکنم بانک مرکزی امریکا اعلام کرد که بهره بانکی بالا نخواهد برد 0.4%. علتی هم که ذکر کرد این بود که تورم در حال کنترل شدنه و زیر 2%. بنابراین این هم یکی از انگیزه هایی بود که باعث شد که ارزش بازار سهام بره بالا. در صورت به کلین شرط مثبتی که وجود داره، حتی برجام باعث شده که صنایع نفت سهام شرکتشون بالا بره. بیرون اومدن امکا از برجام تاثیر مثبت داشته در اصل در بازار سهام امریکا و به این ترتیبی که مشاهده میشه در حال حاضر بازار سهام دوباره برگشته به اون جریان افزایشش در ماه ژانویه گذشته که در نهایت در انتها شروع کرد یک پایین اومدن قابل ملاحظه ای. ایزه فرمایید به خبرهای دیگه ای که وجود داره پرازیم. البته در هفته هایی در این گزارش شد که بیکاری در امریکا رفت زیر 4% در ماه گذشته، شد 3.9% اگه اشتباه نکنم. خب این خیلی مسئله خیلی مهمی بود و خیلی تأثیر گذاشت روی افزایش بازار سهام و نظر مثبتی که وجود داره به اقتصاد امریکا. و همینطور البته خبر دیگه ای هم که تقریبا مثبت بود ولی اونقدر که میخواستن مثبت نشد، اون تولید ناخالص ملی امریکاست که گزارش شد که مثلا در ماه گذشته در کوارتر گذشته به 2.3% رسیده بود. البته انتظار بود که بالا 3% بشه، صحبتی بود که ترامپ میکرد، ولی خب 2.3% رسیده، ولی درصد رقم خوبیه. ولی اون انتظاری که میرفت بعد از اون اصلاحات اقتصادی که شده، مالیاتی که شده بخشید، به اون حد نرسیده. و البته خب باید ما ببینیم که در کوارترهای بعدی یا سه ماهای بعدی امسال این بالای 3% خواهد رفت یا نخواهد رفت. در اصل گزارش میشه که به سرمایه گذاری بخش قابل ملاحظه‌ای از شرکت‌ها سرمایه گذاری بیشتری دارن میکنن تو صنایع امریکا، به ویژه از اون وقتی که صحبت تعرفه پیش اومده یا گمرک، مالیات گمرک پیش اومده در ایران گفته میشد، شرکت امریکایی اقدام کردن به ساختن محصولات خودشون در امریکا. و پیش از این روند وجود داشت که شرکت امریکا رفتن خارج از امریکا محصولاتشون می ساختن و بعد وارد امریکا می کردن چون در اونجا ارزون تر در می آمد، برف از
شرکت‌های اتومبیل‌سازی آمریکایی همه یک کارخانه اتومبیل‌سازی در مکزیک داشتن یا گسترشش میدادن و ماشین در مکزیک میساختن و با این قرارداد نفتایی که وجود داشت وارد آمریکا میکردن و براشون ارزان‌تر در میومد تولیدش و خب البته تا حدودی هم به نفع مصرف کننده بود و مصرف کننده خب ماشین ارزان‌تر میخرید. همونطور که ما اگه بخوایم مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه به روشنی میبینیم که قیمت ماشین در آمریکا خیلی ارزونه نسبت به اروپا یا برفرض ایران یا ترکیه یا هر جای دیگه. به علت اساسیش هم اینه که خب تعرفه یا گمرک در آمریکا خیلی کمتره برای ماشین خارجی که وارد میشه تا برفرض در ایران که شاید 100% هم باشه در بعضی موارد. در صورت این به نفع مصرف کننده امریکاست و اون یکی مصرف کننده امریکا هم اگه اشتباه نکنم چیزی این است که 70% اکانومی امریکاست و اینه که سعی میکنن این بخش قابل ملاحظه دست به دست گشتن پول در امریکا رو که به اصطلاح مصرف کننده ایجاد میکنه تولیدات رو مصرف میکنه حفظ بکننش. ولی خب این طرز فکر در کشوری مثل ایران وجود نداره و مصرف کننده بیشتر زیر فشاره و فشار اصلی هم معمولا توسط دولت وارد میشه و وسیله گمرک یا تعرفه‌ای که میذاره رو کالاهای وارداتی. در صورت این تعرفه وارداتی که ترامپ صحبتش میکنه باعث شده که شرکت های امریکایی شروع بکنن به ساختن کارخونه و تولید محصولاتشون در خود امریکا. به عنوان نمونه خب فورد که اتومبیل میسازه در قرار بود در کارخونه که در مکزیک داره توسعه بده و همون موقع اعلام کرد که این کار نخواهد کرد و این صحبت تعرفه که شده و صحبت گمرک که شده وسیله ترامپ باعث شده که صاحبان صنایع امریکا بیشتر کارخونه‌هاشون برگردن به امریکا و گفته میشه که سرمایه‌گذاری در ساختن محصولات در امریکا یا افزایش پیدا کرده در صورت. بله. البته اتفاقی که دیگه که در هفته کالیفرنیا افتاد این بود که در ماه گذشته خب کالیفرنیا پنجمین اقتصاد جهانه، اخیراً از انگلستان جلو زده که به ترتیب امریکاست و چین کمونیسته و بعدش هم ژاپنه و آلمان و بعدش کالیفرنیاست و انگلیس بعد از کالیفرنیاست. البته روسا میخوان که اقتصاد بزرگ یه مثلا پنجمین اقتصاد بزرگ جهان بشن که بعد از کالیفرنیا جلو بزنن که به نظر میاد چنین اتفاقی نمیتونه بیفته. در صد اتفاق در کالیفرنیا افتاده اینه که 7200 شغل در کالیفرنیا از بین رفته. کالیفرنیا مشکلی که داره در هر صورت در حال حاضر اینه که خب ثروتمندا وارد کالیفرنیا میشن، خونه‌های گران قیمت‌های خونه‌ها بالا میره مرتب و از طرف گروه دیگه‌ای که وارد امریکا میشن شناخته شدن به نام هوملس یا کسانی که مسکن ندارن و در خیابون‌ها زندگی میکنن به طور کلی از تمام امریکا دارن میان کالیفرنیا. البته این اشخاص بیشترشون به الکل معتاد هستن، مواد مخدر معتاد هستن و در خیابان هم دیده میشن و شاید مثلا 5 سال پیش یا 10 سال پیش به ندرت کسی میدیدشون، ولی الان هیچ قسمتی از شهر لس آنجلس نیست که با این مشکل وجود روبرو نباشه که آدمان بی خانمان توش هستن. از طرف دیگه اینجور که گزارش شده نزدیک 500,000 کسانی که در کالیفرنیا زندگی میکنن و کار میکنن و آدم های مسئولی هستن
به خاطر اینکه نمیتونن از عهده خرج در کالیفرنیا بر بیان، به ویژه خرج کرای خونه، چون الان در تصور میکنم یه اتاق خواب اگه کسی بخواد اجاره کنه بالای 2000 دلاره، کالیفرنیا رو ترک کردن. خب من نمیدونم که سرنوشت کالیفرنیا به کجا میاد، چون حتی از طرفی پولدارا دارن میان اینجا و از طرفی هم هوملسا دارن میان اینجا و کسانی که بخوان کار معمولی انجام بدن دارن ترک میکنن اینجا رو. و ما در آینده خواهیم دید نتیجه این جابجا شدن بخشایی از به اصطلاح جامعه که تولید کننده هستن و مولدن و بخشایی که اصولا مولد نیستن و افزایش دارن پیدا میکنن، چه سرنوشتی کالیفرنیا دچار میشه بهش و آیا هنوزم میتونه پنجمین اقتصاد جهان باشه یا نه. فهمیدیم ساعت بله. وقتی در هفته گذشته از نظر سیاسی اتفاق مهمی که افتاد، در حتی فرصت نشد که در این برنامه صحبت بشه، در بورش پیدا شدن جسد مومیایی بود که تصور میشد مال رضا شاست و افتر احوائل انقلاب خیلی سعی کردن جسد به دست بیارن و اینجور که خلخالی میگفت خیلی قصد داشتن بسوزوننش، ولی خب در صورت احتمالا کسانی بودن که تلاش کردن و جسد رضا شاه رو در صورت اجازه ندادن که پیدا بکنن در اون موقع و در حال حاضر میگن تصادفاً پیدا شده و یک نوستالژی را ایجاد کرده در میان مردم. اصلا در مورد رضاشاه سرکار بوده، خیلی مخالف داشته، در زمان پهلوی دوم خیلی مخالف داشته، ولی هرچی زمان بیشتر میگذره ارزش کارهایی که به اصطلاح در این دوران پهلوی ها انجام شده، در تجدد و نوگرایی که شده بیشتر اهمیت پیدا میکنه و خب یک هیجانی هم ایجاد کرد به خاطر پیدا شدن جسدش که گفته میشه در جای دیگه دفن شده، ولی خب جمهوری اسلامی اجازه نداده که آدمای بی‌طرف این کار انجام بدن و چنین ادعایی میشه. بله از فرمایید. البته در هفته گذشته اتفاق مهم دیگه ای که افتاد اینه که کره شمالی اعلام کرده که دست از فعالیت‌های موشک سازیش و تولید بتونه سلاح‌های هسته‌ای رو هم بکنه برخواهد داشت و یک فضای مثبت مذاکره بین کره شمالی و امریکا ایجاد شده، برعکس اون تهدیدهایی که حتی 6 ماه گذشته بین دو طرف رد و بدل میشد و این باعث شده که صحبت بشه که ترامپ کاندیدای صلح نوبل بشه. از اون طرف مؤسسه‌ای که صلح نوبل جایزه صلح نوبل میده اصولا گفته کسی این ماه امسال انتخاب نخواهد شد به خاطر مشکلات داخلی که پیدا کردن و اونم به اصطلاح بدرفتاری با خانوما در تشکیلات سازمان نوبل در سوئد وجود داره. در صورت این یک جنبه خیلی مثبت و مهمی داره. جریان کره شمالی یک دردسریه که دنیا در این شاید بشه گفت 40 سال اخیر با شروع حتی بعد از اونکه پایان جنگ پیدا کرد در کره، جنگ کره پایان پیدا کرد و کره به 2 کشور تقسیم شد در سال 50 در دهه 50 مشکل اصلا موقع وجود داشته و به خاطر تلاشای کره شمالی برای به دست آوردن سلاح‌های هسته‌ای که موفق هم شده تا حدودی و همجور تولید موشک‌های دوربرد
قاره پیما که به این ترتیب میخواد حل بشه و با مذاکرات و اونا قول دادن که تمام این تحصیلات ول بکنن و متوقفش بکنن و تا حدودی هم منهدمش بکنن و بدید که این مذاکرات که قرار پیش بیاد و معین بکنه عملا چطور این کار انجام بشه، چطور پیش خواهد رفت، این آینده نشون خواهد داد که کره شمالی مثل سالهای گذشته دوباره تقلب خواهد کرد یا اینکه نه این بار به حرفایی که میزنه اجرا میکنه و تقلب نخواهد کرد. اتفاق دیگه که افتاد، البته ما میدونیم که کمونیسم و مارکس در میان روشنفکرهای ایران خیلی طرفدار داره، داشته یا داره و در سرنوشت سیاسی ایران تأثیر بزرگی گذاشته به نظر من، چه در دوران رضا شاه و چه در دوران محمد رضا شاه. من تصور نمی کنم که بدون فعالیت‌های ضد رژیمی کمونیستا در ایران به هیچ وجه امکان پذیر بود که جمهوری اسلامی سر کار بیاد. این فضای سم‌آلودی که از نظر سیاسی کمونیست‌ها در ایران ایجاد کردند تا سال 57 تأثیر خیلی قابل ملاحظه‌ای داشت در روی کار آمدن جمهوری اسلامی. همونجا ما اطلاع داریم حتی با تأسیس جمهوری اسلامی هم بخشی از کمونیست‌ها باش همکاری می‌کردن. سر بگذاریم. پس علت مطرح کردن این موضوع این بود که مارکس در یک شهری در آلمان به دنیا آمده، در آلمان شرقی، اسم شهری که به دنیا آمده درصد در این شهر کوچیکی که به دنیا آمده در آلمان شرقی مجسمه یه برونزی مارکس رو در روز تولد 200 سالش در اونجا نصب کردن. البته این مجسمه رو چینی ها هدیه کردن به این شهر کوچک آلمانی و این شهر کوچک آلمانی هم خیلی استقبال کرده و مجسمه رو نصب کرده به مناسبت 200 سال تولد مارکس. علت اساسیش هم اینه که توریست های خیلی زیادی میان به این شهر و خب در هتل های شهر زندگی میکنه، اقامت میکنن و پول خرج میکنن و اهالی این شهر سرمایهشون مارکسه که در اونجا متولد شده و در حال روزم که مجسمش رو گذاشتن احتمالاً توریست های بیشتری میان اونجا. در صورت من فکر میکردم این قابل ملاحظه است در باره این روز تولد مارکس که تأثیرهای خیلی زیادی تو تاریخ ایران داشته در بارش صحبت بشه. البته اتفاق دیگه هم که در هفته در این چند هفته که الان برنامه نداشتم افتاد این بود که پیش از این که ترامپ از برجام بیاد بیرون، امریکا رو بیاره بیرون و اون قرارداد ملغا بکنه، هم رئیس جمهور فرانسه اومد اینجا و هم صدراعظم آلمان اومد اینجا، مکرون اومد اینجا. و خیلی جالبه که وقتی مکرون به اینجا اومد و با ترامپ بخواست مذاکره بکنه در این موضوع، مجله لس آنجلس تایمز به هیچ وجه در صفحه اولش اینو نذاشت و بلکه در صفحه دوم گذاشتش، این خبر اعلام کرد. علت اینکه من این رو ذکر میکنم اینه که بدونیم که ما چقدر مطبوعات امریکا بر ضد ترامپ هستن، بر ضد دولت خودشون هستن و سعی میکنن هر اتفاقی که در اینجا میفته، برف از رئیس جمهوری فرانسه میاد به دیدن رئیس جمهوری امریکا، اینو موضوع بی اهمیتی جلوه بدن. در واقع این مطبوعات امریکا خیلی این برنامه بود که از اول تأسیس به اصطلاح روی کار آمدن ترامپ تعقیب کردن و در حال حاضر هم مشکل بتونیم ما در روز چندین مقاله نبینیم درباره
بد بودن ترامپ. البته خیلی هم اعتقاد دارم و خیلی ازش استقبال میکنن. بله بله ساعت از فاین برگردیم به بازار سهام در این میان برنامه ببینیم که در این فاصله اندکی که گذشته چه تغییراتی در بازار سهام پیش اومده. ببینم که هنوز ساین اپ هستم. برای سه فهمید ببینم هنوز ساین اپ هستم که بتونم اینو به اشتراک بذارم یا نه. یا ساین اپ نیستم. من این بیرون میکنه آدم بعد یه مدتی. یه دفعه این ساین اپ بکنم من بعد ببینی بازار سهام در چه حاله در این مدت که گذشت. بله بعد اونی که من میبینم داو جونز شیر سکرین استارت بک داو جونز 224 پوینته. آخرین باری که ما نگاه کردیم بهش 199 بود. خب 25 پوینت بالا رفته. نزدیک هم نزدیک 61 پوینت بالاست. S&P 500 هم 500 پوینت بالاست. از این داو جونز رو دوباره اکسپندش بکنیم این رو بیشتر اطلاعات ازش بگیریم. بله اونجا مشتری میکنید الان 24 و 770 ولی خب نزدیک 2000 پوینت پایین هنوز از اون حد اکثری که از اول سال داشته. بتونیم اینو تثبیتش کنیم این اشتباه نشه. بله بالاترین رقمی که امسال داشته 26614 بوده. خب ما الان 24000 تا هستیم. اندکی کمتر از 2000 پوینت هنوز پایینه از حد اکثری که امسال داشته و خب نزدیک میشد به 27000 در اون زمان. حالا ما باید ببینیم که این افزایشی که این در این مدت داشته نسبت به اون چیزی که پایین ترین مقداری که رفته بوده تا چه حد جبران خواهد شد. همونجور مشاهده میکنید اینا به شرکت هایی هستن در داو جونز که بیشتر از همه افزایش داشتن. خب یکیشون اکسان موبیله. البته اینا قبلا دو شرکت مختلف بودن. یکیش اکسان بود یکیش موبیل بود. ولی خب با هم ادغام شدن و در حال حاضر اکسان موبیل هستن و امروز یک 1.78% بالا رفته سهامش. البته بخوایم اگه بکنیم میتونیم یک کلیک بکنیم اینجا اینفورمیشن بیشتری هم در بورش به دست بیاریم. این اکسان موبیلی که مشاهده میکنید ارزش شرکتش هستش 344 بیلیون دلار. 4 بیلیون سهام داره در حال حاضر و امروز هم خب 1.47 سنت بالا رفته و در 12 ماه گذشته تا 72 دلار هم پایین رفته بود. خب معمولا کسانی که چی میگن ایمان دارن به بازار سهام به اون 70 دلار میخرن ولی خب معمولا وقتی میرن که قیمت ها داره پایین میره همه دل سرد میشن. فقط کسایی که میتونن آینده رو پیش بینی بکنن تا حدودی البته بدون در نظر با وجود ریسکی که وجود داره پیداش بکنن و بخرن سهامو در 72 دلار و الان خب 89 دلاره. بله اجازه فرمایید من دوباره برگردم توی این US مارکت ببینیم
اطلاعات دیگه درباره چی هستش. همون که صحبت شد امروز، علت اساسی که ذکر میشه برای بالا رفتن بازار سهام اینه که تورم کنترل شده و همینطور هم خب بهره بانکی وامهای 10 ساله زیر 3% باقی مونده. همونطور مشاهده میکنید سال 24 میلیون بیشتر از 24 میلیون سهام دست به دست گشته امروز و میبینید که اون چیزی مثل 2 میلیون سهام ارزش از دست داده و در 52 هفته گذشتن به طور کلی همه مثبت بود. یعنی البته تا چند روز پیش هم منفی بود، یا البته داو جونز مثبت بود ولی خب S&P 500 منفی بود، کاملا مثبت. و سهامی هم که معامله شده رقم قابل ملاحظه 125 میلیون، و تنها یک شرکت قیمتش رفته پایین، اون شرکت باید خیلی بد شانس باشه. 29 شرکت یه قیمتشون رفته بالا. بله. از فهم یه نگاهی بکنیم به بخش‌های دیگه صنایع. البته این شرکت‌های نفتی هستن که همه مثبتن. معمولا درباره این PXT صحبت شده در اینجا. PXT یه شرکت نفتی که کار کرکینگه و زمینی زیادی هم داره در تگزاس، به خاطر همینم ارزش کمپانیش نزدیک 34 بیلیون دلاره. البته 125 دلار هم پایین رفته بود و الان 205 دلار سهامش شد، نزدیک 100 دلار سهامش بالا رفته در یک سال، در مقابل ملاحظه ای. البته بانک ها گفته میشه، صحبت بانک ها این به این شکل که امروز زیاد وضعشون خوب نبوده، البته افزایش داشتن ولی نسبت به چیپ میکر ها و نفت و غیره اونچنان موفق نبودن. ولی خب با این حال بانک آف امریکا میبینیم که 33 سنت بالا رفته و تقریبا همشون مثبت هستن، به غیر از این دو شرکت فنیمه و فردی مک که در اختیار دولت، البته سهامش مردم سهامش دارن معامله میکنن ولی دولت تمام قبل از 2008 دولت شرکت خصوصی بودن ولی به خاطر بحران 2008 دولت این شرکت ها رو که در کار وام دادن به مسکن هستن در اختیار گرفت، مصادرهشون کرد و در حال حاضر سود قابل ملاحظه میدن، شاید در حدود 5 بیلیون دلار در کوارتر پولش میره به صندوق دولت و سهامدارانش هم چیزی گیرشون نمیاد. خب البته این خیلی جریان غیر امریکاییه که سهامدار از سود شرکت استفاده نبره. بله. اجازه فرمایید نگاهی بکنیم به بخش هلتکر یا شرکت های داروسازی و وسایل پزشکی سازی. همچنین مشتمل می کنم امروز افزایش پیدا کردن اکثرشون. خریدن سهامشون خیلی ریسکیه، قیمت های سهامشون خیلی بالاست و ولی خب به راحتی میتونه بیاد پایین. به عنوان نمونه این ICPT ارزش سهامش تو 500 دلار هم بالا رفت و حتی ما مشاهده میکنیم که 72 دلار و پایین تر از این هم رفته بود، تا 51 دلار هم پایین رفته بود و اگه کسی هیجان زده بشه وقتی قیمت های سهام به شدت بالا رفته تو اون افزوده، وقتی بالاست قیمتش بخره خیلی راحت به گفته میسوزه. بله. بزرفتانه برگردیم به هم ظاهرن به اشتغال که بداشته نشده بود. بر همچنین در هفته گذشته البته یک نکته جالبی که در باره شهر لس آنجلس هستش که
و از سان فرانسیسکو دومین شهر مهم کالیفرنیا است. شهردارش بودجه شهرداریش چیزی مثل 9.9 بیلیون دلار یا به قول به زبان فارسی میلیارد دلار بودجهشه و بخش قابل ملاحظه در توضیح میده که جوری این پولا رو میخوان خرج بکنن در شهر و این مقدارش هم برای هوملسا خرج خواهند کرد. در صورت خیلی جهریه که به اصطلاح خیلی توریست داره، توریست خیلی میاد اینجا از تمام ایران. توی مقاله دیگه درباره این موضوع هستش، اینکه شهر لس آنجلس، من یادم میاد که قبلا اولی که ما اومدم شاید سالهای 80 برفرض بودجه شهرش 4 بیلیون دلار بود، ولی خب الان نزدیک 10 بیلیون دلار شده. این رقم قابل ملاحظه ای که پول دست شهرداری لس آنجلس است، صرف از اینکه کانتی لس آنجلس اونم یه چیزی رقم مثل 15 بیلیون دلار پول در اختیارشه. نکته ای که البته بعضی این تظاهراتی که در دسامبر گذشته در ایران اتفاق افتاد که مردم به طور کلی به خیابونا ریختن در شهرهای مختلف ایران و مرگ بر جمهوری اسلامی گفتن، ادیشون دستگیر شدن، اینجور که من دیدم امروز میگفتن 24 نفرشون از هم محکوم شدن، به حکمای محکومیتشون صادر شده. در اصل این موضوع باعث شد که بخشایی از جریان‌های سیاسی یا افراد سیاسی دوباره فکر میفتن که دور هم جمع شن در خودشون تبدیل به یک نیروی سیاسی بکنن. البته شغلی نکته جالبیه که ایرانی ها در خارج نمیتونن یک تشکیلات سیاسی برای خودشون درست کنن، به ویژه کسانی که میگن ما دموکرات هستیم و به دموکراسی اعتقاد داریم. البته خب ما از نظر سیاسی موثرترین حزب سیاسی که تشکیل شده حزب توده بوده و که در سالهای 1920 خیلی قدرت داشته و زیر حفاظت ارتش سرخ روسیه در تهران تظاهرات میذاشته، این شرمی هم نداشته در این مورد. ولی خب نیروهای دموکرات حزبی نداشتن که به اصطلاح یک دیسیپلین یک انضباط خاصی توشون باشه و یک اساسنامه یا منشور مترقی و دموکراتی داشته باشن در طور حزب گسترده‌ای باشه. و در حال حاضر هم البته جبهه ملی وجود داشته، ولی جبهه ملی ما می‌دونیم که به شدت ویژگی حزب رو نداره و یا افرادی هستن که خب حزبای کوچیکی داشتن و دور هم جمع شدن. خب به طور کلی هم روی شخصیت مصدق اینها بنا شده بوده و مصدق هم اصولا مجبور نبوده به هیچ اندازی از طرف سایر اعضای حزب یا جبهه گوش بکنه. بسه در حال حاضر ما در امریکا با اینکه جمعیت قابل ملاحظه‌ای وجود داره از ایرانی ها، توانی تشکیل حزب رو ندارن و معمولا هم میتونن در یک اجتماعاتی شرکت بکنن، ولی وقتی اسم عضوی حزب شدن پیش میاد فرار میکنن. البته یک جریان سیاسی که پیش از این تا دو زیادی با اصلاح طلبه بوده، جلسه ای داشتن در آلمان چند روز پیش، البته این دیت تاریخش این مقدار گذشته، 25 و 26 فروردین برگزاری کنفرانس اخبار مدیریت گذار جمهوری اسلامی تشکیل شده بوده و یه دیت به طور بدون اینکه تعهدی داشته باشن در این اجتماع شرکت کردن و میخوام
بگذرند جمهوری اسلامی. البته من نمیدونم چجوری میخوام بگذرند، معمولا یه دیواری جلوتون هست، بعد این دیوار خراب کنید تا ازش رد بشید. و صرفا تا وقتی یه دیوار هست گذشتن ازش مشکله، ولی خب این ناتوانی وجود داره. البته این برمیگرده اون رهبری سیاسی که باید جذابیت داشته باشه، ظاهرا وجود نداره، اون سنت هم نبوده. البته من تا اونجایی به خاطر میارم در بین 20 تا 32 قوام یه حزب سوسیالیستی تشکیل داد که خیلی هم نیرومند بود و اینقدر هم بزرگ بوده این حزبش که حتی حزب توده هم در جایی که حزب توده قوی بوده شکست داده، اون انتخابات مجلس در اون موقع انجام می شده. ولی خب با توطئه دربار و شاه قوام دولتش سرنگون میشه و اون حزب هم به دنبالش از بین میره. و در حال حاضر ما میبینیم که تمام تلاشایی که میشه برای تشکیل حزب به خاطر اون شخصیت‌های ویژه‌ای که گردانه‌برش دارن موفق نمیشه. و معمولا به این موضوع توجه نمیشه که بالاخره هر چند نفری که هستن که حزب تشکیل دادن در ابتدا به خود به هم دیگه باید وفادار باشن در مرحله اول، ولی خب چنین اتفاق نمیفته معمولا. و این گروهی هم که در جدیدن در اروپا جمع شدن و بدون هیچ تعهدی به یکدیگر میخوان از جمهوری اسلامی بگذرن و تصور بیانه که پیش از این که بحرانهای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی جدیتر بشه، اینا یک آمادگی میخوام پیدا کنم برای اون موزمان، ولی خب مشکل بتونم این آمادگی پیدا کنم به این ترتیبی که بهش نزدیک میشن. معمولا این ایجاد حزب احتیاج به اون کاراکترهایی داره که به همدیگه اعتماد داشته باشن، برای همدیگه احترام قائل باشن و اون منشوری که وجود داره مو به مو اجرا بشه. و هر کدوم از این به هر عنوان اجرا نشه یا توجه نشه بهش، نتیجه میشه که اون حزب سیاسی که باید مردم ایران بهش متکی بشن و جمهوری اسلامی وسیله اون سرنگون کنن یا به قول این دوستان ازش بگذرن، تشکیل نخواهد شد. بحث دیگه هم که امروز هستش اینه که خیلی زیاد صحبت میشه که دلار گرون شده، البته به 8000 دلار رسیده، به 8000 تومان رسیده و صحبتش هست که به 10000 تومان هم برسه. البته به این ترتیب که پیش میره، سوالی که پیش میاد، پرسش که پیش میاد اینه که چرا دلار اینقدر گرونه. ما باید توجه بکنیم که جمعیت قابل ملاحظه ایرانی‌ها در خارج زندگی میکنن، حتی طبقه حاکمه موجود که آخوندها هستن و پامنبریاشون هستن، بخش بزرگی از خانواده هاشون در خارج زندگی میکنن. معمولا وقتی کشورهای وقتی مردم یک کشوری برف از مکسیکیا میان به امریکا، در امریکا کار میکنن، پولی که در میارن میفرستن برای خانواده هاشون در مکسیک. در ایران تقاضا برای دلار زیاده، برای اینکه دلاری از خارج توسط ایرانی ها به ایران نمیره. بیشتر دلاری که در ایران وجود داره و معمولا هم نتیجه درآمد نفتی ایرانه، میخواد از ایران خارج بشه. و چون این جمعیت قابل ملاحظه ای از ایرانی ها در خارج هستن و متکی به اینن که پولشون رو در ایران تبدیل به دلار بکنن و بیارن در خارج، خب تقاضا خیلی شدیده براش. و درسته که خب میلیاردها دلار ایران درآمد نفتی داره، دلار به شکل دلار، در اونم جوابش نمیده.
اگه ما خوب توجه بکنیم در اطراف خودمون نگاه بکنیم، اینو که خیلی ایرانی ها هستن که یه پاشون تو ایرانه، یه پاشون تو امریکاست و در اروپاست و اینا معمولا پولشون رو تو ایران در میارن، ولی خب زندگیشون در امریکاست و خرجشون هم در امریکا یا خارجه و این پولشون رو که در میارن باید تبدیل به دلار کنن بیارن خارج. و این علت اساسی که من فکر میکنم این قیمت دلار اینقدر بالا رفته این باشه که جریان پول از داخل ایران به خارج ایرانه و هرچی ایرانی های بیشتر از کشور خارج بشن این جریان پول شدیدتر خواهد شد از داخل ایران به خارج ایران. حتی کسانی که برفرض کارخونه دارن، آدمایی هستن که خوب پول میسازن تو ایران، اینا تمام پولی که میسازن خوب میسازن ولی برای اینکه زندگی خوبی داشته باشن این پولا رو برمیدن میرن تو خارج. ولی خب در ضمن یه پاشون تو ایران هم هستش، احتمالا در انتخابات هم شرکت میکنن که مهرشون رو مهر انتخابات و پاسپورتشون بخوره یا سجلشون. ولی خب در اصلت پولی که میسازن میخوان بیارن تو خارج خرج کنن، یا اروپا باشه یا امریکا باشه. و این علت اساسی که انقدر دلار گرون شده تصور من اینه که بین علت باشه وجود ایرانی های در خارج و جریان پول از داخل ایران به خارج ایران، نه از خارج ایران به داخل ایران. و خب این همه برمیگرده مسئولیتش به گردن جمهوری اسلامیه که اونچنان رژیم نفرت انگیزیه که حتی پایه های اصلیش هم کس و کارشون میفتن تو خارج زندگی بکنن، اونا هم خودشون حاضر نیستن تو ایران زندگی کنن. به همین دلیل هم ما مشاهده میکنیم که ارزش دلار روز به روز بالاتر میره، اقتصاد ایران روز به روز ضعیفتر میشه و این جریان هم ادامه پیدا خواهد کرد تا وقتی که یک رژیمی در ایران سر کار باشه که مردم ایران پشت سرش باشن، مردم ایران درش آسایش داشته باشن، مردم ایران در اون تفتیش عقاید نشن و در اون حالت میتونه پول از خارج به سوی ایران بره و اون روزی که پول از خارج شروع کنه به داخل ایران رفتن به احتمال زیاد هم ارزش برابریش تغییر خواهد کرد و این شکل باقی نخواهد بود. ولی فعلا این وضعیتی که وجود داره. البته در هفته گذشته بعد از اینکه این ترامپ از امریکا از برجام بیرون آورد خیلی هارت و پروتای زیادی در ایران شروع شد کردن و شعار زیاد دادن، پرچم سوزوندن. چه حرفای جالبی که ترامپ میزد این بود که ما میگیم 150 میلیارد دلار به اینا پول میدیم بعدش اینا میگن مرگ بر امریکا. به هر دور جور در نمیاد که ما به اینا پولم بدیم بگم مرگ بر امریکا، پولم ندیم بگم مرگ بر امریکا. خب چه فایده داره که اصلا بگیم پول بهشون بدیم؟ این در مورد رابطه با جمهوری اسلامی برای برجام. بله البته در مورد دلار که صحبت شد باید ما توجه بکنیم که دلار رسمی که وجود داره 4200 تومان بهش میگن اصلش، ما باید بگیم دو نوع دلار در ایران وجود داره، یکی دلار حزب اللهی یکی دلار معمولیه. دلار معمولی دست مردم معمولی ایران میاد، البته بخش ثروتمندش چون بخش فقیر هیچ کاری نداره با دلار و بعد 6000 دلار 5000 تومان یا هرچی هست بخره ببره بیرون. ولی بعد دلار حزب الله اون 4200 تومانه که در اصل دولت رژیم جمهوری اسلامی هم بعد از هر مدتی مجبور قیمت دلار حزب الله هم بالا ببره چون کس و کار حزب الله که میرن خارج و میخوان تجارت بکنن یا غیره این امتیازی که میگیرن حتی امتیاز اونها هم پایین‌تر میاد هر چند وقت یه دفعه. به خاطر همین هم خب الان 4200 دلار ازش استفاده میکنن و البته خیلی هاشون هم شکایت میکنن که این 4200 تومانی هم به ما دلار نمیدن.
خب برای دلار مردمی که 7000 تا 8000 تومانه، خب اون اهمیتی نداره براشون که این دلار به این قیمت دست حزب الله یا نمیاد. از این نکته ای که باید توجه بشه بشه. اجازه فرمایید در این اواخر برنامه این بحثی شد درباره مردمی که کالیفرنیا میان. اینجوری گزارش میشه در سال گذشته 23 میلیون نفر برای گردش به کالیفرنیا آمدن. خب البته این ثروت قابل ملاحظه‌ای هم با خودشون میارن و پول قابل ملاحظه‌ای هم خرج میکنن در اینجا، به اقتصاد کالیفرنیا کمک میکنن. البته بیشترشون داخلی هن و مثل چیزی نیست که 7 میلیونش از خارج میان که بیشترشون چینی هستن. خب یکی از مزایای اینه که شما یک شهری داشته باشین یا کشوری داشته باشین که جذابیتی داشته باشه، برعکس رژیم جمهوری اسلامی که فقط بدی رو در کشور داره تبلیغ میکنه و ایجاد میکنه و هیچ جذابیتی واسه کشور باقی نذاشته کسی واردش بشه. بله، من فکر میکنم که بزنید در آخرین لحظات برنامه یک نگاه کوتاهی بکنیم به بازار سهام و ببینیم چه تغییراتی توش شده. همچون من نگاه میکنم در حال حاضر، اجازه بدیم من اصلا به اشتراک بزنم شرسک. همونجا مشتری میکنید در حال حاضر داو جونز 238 بالاتر از اونی که آخرین بار ما چک کردیمش رفته و این منحنیش هم که مشاهده میکنید که همه من عرض مستقیم دارم به درمانش خط 45 درجه بالا میرن و از این نگاهی هم با ارزش نفت بکنیم. ارزش نفتم در حال حاضر 70 و 86. البته امروز میبینید که پایین اومده، مقدار 28 سنت پایین تر اومده. همونچون صحبت شد، من فکر نمی کنم کمبود تولید نفت وجود داشته باشه و یک به طور موقتیه، چون عربستان سعودی و روسیه احتمال زیاد تولیدشون بالا خواهند برد و جای کمبود نفت ایران و ونزوئلا پر خواهند کرد. البته این 18 ماه وقت دارن در حال حاضر تا تحریم‌های نفتی شروع بشه در ایران. در این 18 ماه و بقیه تحریم هر کمشون یه فرصت‌هایی دارن، 6 ماه یا چیزی هم بلافاصله، منظور این چیزا اجرا نمیشه. اینا فقط در افق اقتصادی وجود داره که در 18 ماه آینده بعد دولت امریکا میاد با کشورهایی که نفت ایران رو وارد میکنن و بیشترشون چین کمونیست، ژاپن، کره جنوبی، هندوستان، با این کشورها بیشتر وارد صحبت میشن که چقدر میتونن وارد بکنن و بیشتر چقدر وارد کنن با مشکلات بانکی، تحریم های بانکی روسیه امریکا رو بخواهند شد. ولی خب با این وجود من فکر میکنم یک مزیتی هم برای روسیه پیش اومده در اینجا که از جمهوری اسلامی دفاع نکنه، چون خب تو روسیه هم صادرات عمدش نفته و چنان که نتونه بتونه پول قابل ملاحظه برای نفت صادراتیش بگیره مثل 70 دلار یا 80 دلار، خب اقتصاد به اقتصادش بیشتر کمک میشه و خب این باعث میشه که شاید دست از طرفداری از جمهوری اسلامی برداره. نه، البته شک وجود داره توش. بگذاریم. بله، من فکر میکنم ساعت 10 صبح و این برنامه بعد 3 هفته بالاخره اجرا شد و این صحبت هایی که جمع شده بود در این 3 هفته گفته شد. من امیدوارم که بینندگان و شنوندگان گرامی از این برنامه استفاده کرده باشن.
امیدوارم هفته خوشی در پیش داشته باشن. بدرود به بینندگان و شنوندگان گرامی. جناب بهبهانی بدرود، امیدوارم هفته خوشی در پیش داشته باشید. مرحمت زیاد.